درود بر شما دوستان گل. امروز میخواییم 8 تا فناوری جالب و پیشرفته رو نگاه کنیم. امیدوارم براتون جالب باشه. شماره 1، ویسامو وینگ سیلز موبیلیتی. کشتی های قدیمو که یادتونه، با نیروی باد حرکت میکردن، جهت بادبانهاشون رو تغییر میدادن و از انرژی باد به خوبی بهره میبردن. حالا شرکت ویساما اومده این بادبانها رو مدرنش کرده، بادبانهایی ساخته که کشتی های مدرن بتونن نصب کنن. قدیم ها کارگرهای کشتی از دکل ها بالا پایین میرفتن که بادبانها رو تنظیم کنن، ولی این همش اتوماتیکه. همه کار با فشار یک دکمه انجام میشه. جهتش هم خیلی راحت عوض میشه. اگرم بخواد از زیر پلی چیزی عبور کنه، بادبانو جمع میکنه میاره پایین و راحت رد میشه. میگن اگر این طرح با موفقیت اجرا بشه، در مصرف سوخت کشتی ها خیلی صرفه جویی میشه. از وقتی که واترجت اختراع شده، همه متوجه شدن که سیستم حرکتی واترجت یکی از بهترین سیستم‌ها برای حرکت شناورهاست. برای همین این سیستم داره بزرگتر و بزرگتر میشه. خیلی صدای کمتری تولید میکنه و لرزه به بدنه شناورم نمیندازه. یعنی خیلی نرمتر راه میره. این سیستم تغییر جهته یا فرمونشه و وقتی هم اینجوری آبو میزنه، یعنی داره ترمز میکنه. تمام این تنظیماتی که دیدین با سیستم هیدرولیکی کنترل میشه. یک چیز خیلی جالب این فناوری میدونید چیه؟ اینه که دیگه یک شناور احتیاج به لنگر نداره. یعنی میتونی به سیستم دستور بدی که شناور رو یه جا نگه داره تا ببینه به یک جهتی داره حرکت میکنه، با فشار آب میارتش سر جاش. این جایگاه سکاندارشه که در اصل دوتا کامپیوتر و دوتا دسته پلیستیشن دستشه. این سیستم رو طوری درست کردن که میشه روی قایقهای قدیمی تر هم نصب کرد. فعلا این فناوری تا شناورهای متوسط رو جواب میده، اما دنبالشن که برای کشتیهای بزرگ هم بسازن. اگر تو بحرش بری خیلی چیز ساده ایه. آبو از خود دریا میکشه و آخرش با روشهای مختلف میزنه بیرون. یعنی در اصل یک پمپ قویه. شرکت لیبر رو که میشناسید، کارش رو با ماشینالات سنگین و جرثقیل و اینجور چیزا شروع کرده، ولی الان این کانسپت رو ساخته، یک کشتی بزرگ الکتریکی. یک موتور الکتریکی در جلوی کشتی قرار داره. چهار تا جنراتور برق تولید میکنه. بعد برقی که جنراتورها تولید میکنن ذخیره میشه و میاد روی این دوتا موتور الکتریکی عقب. مدارش به این صورته.
حالا از دریا بیایم بیرون، بریم فناوری‌های دیگر رو ببینیم. یک تلویزیون مخفی که از زمین میاد بیرون. این یک تلویزیون 165 اینچی تاشوه که شرکت سی سید ساخته. این شرکت اتریشیه و یک قیمتی رو این تلویزیون گذاشته که همه بخرن. 190,000 دلار. شماره 5، Tenfold Engineering. یک شرکتی که تکنولوژی تا کردن رو خوب بلده. همه چی رو تا میکنه. این سیستم ها رو ببینید چطوری تا میشن و میشن یک برگ. با استفاده از همین تا شدن ها، این شرکت خونه هایی ساخته که در عین اینکه بزرگن ولی راحت تا میشن و قابل حمل میشن. یک خونه ساخته شده با همین سیستم های تاشو. یکی دیگه، این خونه رو ببینید، اندازه یک کانتینر روی تریلیه، ولی وقتی باز میشه میشه یک خونه بزرگ. یا دفتر یا رستوران یا هر چیزی. میخواستیم ببینیم این خونه ها رو چند میفروشن. با شرکت تماس گرفتیم، گفت باید بگین چی میخواین تا بتونیم بهتون قیمت بدیم. گفتیم حالا یک قیمت سرانگشتی بهمون بده. گفت قیمت خونه های ما از 130 هزار دلار شروع میشن و میرن بالا، ولی خونه کامل کامله و هیچ کاری ندادیم. شماره 6، پرومیتیس. این شرکت پهپادهایی ساخته که به جای اینکه روی هوا حرکت کنن میرن توی تونل‌های زیرزمینی معادن. میدونید که انسان‌ها نمیتونن تو تونل‌های عمیق برن. اگرم میخوان برن بایستی همه چی رو در نظر بگیرن و با کپسول‌های اکسیژن و لباس مخصوص برن. به اضافه اینکه خطر ریزش یا افتادن هم تهدیدشون میکنن. پهپادهای این شرکت یک کامپیوتر تمام معناست. 360 درجه اطراف خودش رو مواظبه، فیلم برداری میکنه، اسکن میکنه و اون زیر رو قشنگ نقشه برداری میکنه. میتونی جمعشون کنی و از سوراخ‌های باریک بفرستی توی حفره‌های بزرگ. نقشه همه جا رو کاملا کپی میکنه. هر جور آزمایشینو توی زیر زمین این پهپادها میتونن انجام بدن. که آیا میتونه معدن ادامه داشته باشه؟ میتونیم اینجا تونل بزنیم؟ یا کارهای دیگه‌ای که زیر زمین داریم؟ بریم یک فناوری ساده ولی جالب رو ببینیم. دایفولد. ظروف مختلفی که خیلی قشنگ تام میشه. از بطری بگیر تا ظروف مختلف و جعبه و اینجور چیزا. وقتی هم خالی میشه تام میکنی، میتونی بذاری تو جیبت. تا وقتی تا نکنیشم محکم محکمه. شرکت سازنده میگه ما این بطری ها رو ساختیم که مردم آب بریزن توش و بخورن و هی بطری های یه بار مصرف رو نخورن بندازن تو طبیعت. قراره تمام ظروف مختلف به این شکل ساخته بشه. اما فعلا این بطری حاضر شده و قیمتش هم 40 دلاره. شماره 8 و در آخرین اختراع، اجازه بدیم ببینیم مهندسای اسپیس اکس چی ساختن. شرکت اسپیس اکس رو که میشناسید، شرکت فضایی ایلان ماسک و استارلینک هم از اونجا میاد. مهندساشون یک کلاه ایمنی ساختن که هنوز اجازه این که موتور سوارا بذارن نداره، ولی دوچرخه سوارا میتونن از این کلاه ایمنی استفاده کنن. کلاه ایمنی دوچرخه ها تا به حال اینها بوده، ولی کلاه پارک اند دایمن
از اینها خیلی ایمنتره، کوچیکتر و سبکتره و خیلی راحت روی سر می ایسته. قیافش هم مثل کلاهای دوچرخه عجیب نیست. پارک اند دایموند رو که گفتیم مهندسای اسپیس ایکس توش کار میکنن و این شرکت روی این کلاه $90 قیمت گذاشته.